با یک ویدیو دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. افشاگری بازیگر مشهور و جنجالی سحر زکریا همه رو شوکه کرد. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. سحر زکریا که مدت هاست از یکی دو سال گذشته دست به یک سری افشاگری ها در مورد مهران مدیری زده، حالا بعد از یکی دو سال اومده جلوی دوربین و با صحبت‌های جنجالیش همه رو شوکه کرده. سحر زکریا در یک برنامه اینترنتی دست به یک سری افشاگری‌های بزرگ بر علیه بسیاری از هنرمندان مشهور و پیشکسوت کشورمون زده که شاید برای بسیاری از مردم جالب باشه. سحر زکریا از مهران مدیری شروع کرد و گفت اگه من بخوام دهنم رو باز کنم هیچی برای عوامل سینما نمیذارم، مخصوصا برای مهران مدیری. 28 سال هر بلایی که خواستن سر من آوردن. خیلی از کارگردان ها و عواملی بودن که به خاطر همین مهران مدیری با من قرارداد نبستن و به من گفتن چون تو با مهران مدیری کار میکنی ما به تو کار نمیدیم. ولی برام خیلی جالبه، همین آقای رضا عطارانی که به من میگه من به خاطر مهران مدیری به تو کار نمیدم چون تو باهاش کار کردی، وقتی این دو نفر به هم میرسن قربون صدقه هم میرن، نه انگار که به خاطر همدیگه به من کار نمیدادن. شما اگر توجه کرده باشید تو هیچ کدوم از کارهای رضا عطاران و مهران مدیری بازیگرهای مشترک رو نمیبینید که این دوتا بخوان از یک بازیگر توی کاراشون استفاده بکنن. جالبه بدونید که خیلی از کارگردانان پشت صحنه از بازیگرها درخواستای عجیب و غریبی دارن. مثلا خود من قرار بوده توی یک فیلمی بازی کنم و اسمم نوشته شده بوده که توی اون فیلم بازی کنم و خب بعدش بهم میگن که تو نمیتونی توی این فیلم بازی کنی. چرا؟ چون من به پیشنهاد خیلی از این کارگردانها و دستیاران کارگردانها جوابم منفی بوده و نخواستم که مثل بقیه بازیگرها باهاشون رابطه داشته باشم. اون کارگردان ها و دستیاران کارگردان ها یک سری فیلترهایی دارن. میدونید اون فیلترها چیه؟ این فیلترها همون پارتی‌های شبانه‌ای هستش که بسیاری از بازیگران زن میگیرن و دستیاران کارگردان و کارگردان ها رو دعوت میکنن تا به پیشنهادات اونها جواب مثبت میدن و در نهایت میرن توی اون فیلم بازی میکنن و به جز خودشون دوستان خودشون رو هم به این دستیاران معرفی میکنن. باور بفرمایید بسیاری از همین دستیاران کارگردان ها با من تماس میگیرن، میگن خانم سحر زکریا، بسیاری از این همکاران ما که دستیاران کارگردان هستن وقتی به شما پیشنهاد بازی میشه میگن خانم سحر زکریا تو ایران نیستند. چرا؟ چون شما پارتی نمیگیرید که اونا رو دعوت بکنید، چون شما به پیشنهادات اونها جواب مثبت نمیدید. واسه همین هستش که اونها هیچ وقت شما رو دعوت به بازی نمی کنند. جالبه بدونید همین یکی از این خانم‌هایی که ادعا می‌کنه پیشکسوت و یک سال و نیمه پیش هم فیلم رقصیدنش توی مراسم عروسی دخترش منتشر شده بود، در جشنواره حافظ اومد و گفت من غلط کردم رقصیدم، نمی‌دونستم باید توی مراسم عروسی دخترم گریه کنم و نباید برقصم. من از نظر خودم فیلم زیر خاکی رو خیلی خوب بازی کردم، اما چون تو عروسی دخترم رقصیده بودم نذاشتن ادامه فیلم پخش بشه، چون من رقصیده بودم که نباید می رقصیدم. بابا من اشتباه کردم، غلط کردم. سحر زکریا در مورد این بازیگر پیشکسوت کشورمون که خانم گوهر خیراندیش بودن گفت همه دنیا به عوامل سینما و تلویزیون میدونن فیلمی که ساخته شده به خاطر رقصیدن یک بازیگر امکان نداره ممنوع تصویر بشه و ادامش پخش نشه. اگر قرار بود این خانم، یعنی خانم گوهر خیراندیش، ممنوع کار بشه، توی همون لیستی که من رو ممنوع تصویر و ممنوع کار کرده بودن از طرف صدا و سیما، ایشون رو هم در واقع ممنوع تصویر و ممنوع کار میکردن.
هم به خاطر اینکه ایشون با آقای ابی تو مجلس عروسی دخترشون تو امریکا رقصیده بودن که در واقع ایشونو ممنوع تصویر و ممنوع کار نکردن. خب خدا رو شکرم ایشون اومدن تو جشنواره حافظ که همه عواملی که توی اونجا بودن همشون خدا رو شکر دو تابعیتی بودند و در واقع اقامت آمریکا رو هم داشتن. من که اقامت هیچ کشوری رو ندارم. جالبه بدونید که همین آقای محمد رضا شریفی نیا یکی از بزرگترین مافیاهای سینما و تلویزیون بود که تو هر فیلمی بازی میکرد و بازیگرهایی که خودش انتخاب میکرد رو هم به بقیه کارگردانها پیشنهاد میداد که حتما بیان بازی کنند. و الان هم حالا دیگه ایشون بازنشسته شدن و حسابی پول به جیب زدن و عوامل دیگری هستند که میان توی این سینما و تلویزیون جای ایشون رو میگیرن. به عنوان مثال بازیگر مشهور سریال پایتخت نقی معمولی که آقای محسن تنابنده هستند به هر روشی میتونستند خلاصه خودشون رو توی این صدا و سیما و تلویزیون بالاخره جا دادن که پول زیادی رو به جیب بزنند. همین بازیگرها که به مردم میگن برید رژیم بگیرید ببینید شکمشون چقدر بزرگ شده، ببینید اقامت بچه هاشون واسه کجاست. همین آقای رامبد جوان که میاد توی برنامه خندوانش به مردم میگه رژیم بگیرید ببینید شکمش تا کجا اومده و بچهش پاسپورت کجا رو داره. بله آقای رامبد جوان بچهش کانادا به دنیا اومده و خواسته تابعیت کانادا رو برای بچهش بگیره. اگه اون و بسیاری از هنرمندای ما واقعا دلشون به حال مردم میسوخت میذاشتن بچه هاشون و خودشون تو همین کشور باشن، نه اینکه تابعیت یک کشور دیگر رو داشته باشن و دم از رفاقت و مردم دوستی و دلسوزی بزنن. من سحر زکریا یک بازیگری هستم که کارم رو با تئاتر شروع کردم، ولی خب به جای من میان افرادی رو میارن که اصلا هیچ سوادی در زمینه بازیگری ندارن، اصلا تو تئاتر کار نکردن. سینما و تلویزیون ما مثل یک مینیبوسی شده که فقط میگن که بیاین سوار شین، بیاین. این آدما میان سوار میشن و بدون اینکه حتی یک سابقه کاری در زمینه یک فیلمی یا سریال یا چیزی داشته باشن میان به همین سادگی بازیگر میشن بدون اینکه اصلا سواد این کار رو داشته باشن. من متاسفم، متاسفم برای سینما و تلویزیون ما و افرادی که از ماها که در واقع جونمون و عمرمون و جوانیمون رو برای سینما و تلویزیون دادیم حالا باید خونه نشین بشیم و پشت سرمون هم هزار تا حرف بشه و بعدنم به همون بیان بگن که مهران مدیری تامین اجتماعی نیستش که. نه عزیز من، شما بی جا میکنی، شما بی خود میکنی که این حرف رو راجع به من میزنی. شما نبودی ببینی که تو روزایی که مهران مدیری مشهور نبود و برای خودش کسی نشده بود ماها بودیم که برای مهران مدیری نردبون شدیم. حالا ما کجا با اون آقا کجا؟ دوستان عزیز، این هم صحبت‌های انتقادی سحر زکریا در مورد سینما و تلویزیون و همچنین بازیگران بود. لطفا نظراتتون رو راجع به افشاگری های خانم سحر زکریا در قسمت کامنت ها بنویسید و لینک این ویدیو رو هم در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفا شیر کنید و لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.